به خبرهایی از تحولات عراق توجه فرمایید. کانون وکلای کربلا در اعتراض به یورش نیروهای مالکی به دفتر کانون وکلا در بغداد دست به تجمع زدند. این کانون اعلام کرد مالکی و نیروهای وابسته به او می‌خواهند که این کانون با بیش از 60 هزار حقوقدان عضو در مقابل خواسته های آنها سرخم کند. یک وکیل گفت یورش به مقر کل کانون وکلای عراق توسط نیروهای عملیات بغداد صورت گرفته است. بیش از 10 خودروی هاموی به این دفتر هجوم بردند. به همین دلیل مقر کل کانون وکلا اطلاعیه‌ای صادر کرد و به شعبه های وکلا در همه استانهای کشور برای برگزاری تجمع در محکوم کردن این اقدام سرکوبگرانه نیروهای مالکی فراخوان داد. یک وکیل دیگر گفت یورش نیروهای مالکی به مقر کانون وکلای عراق انتقام گیری از مواضع کانون است که همیشه در کنار مردم عراق بوده و همیشه در کنار مردم باقی خواهد ماند. مردم منطقه المعامل در جنوب بغداد در اعتراض به جداسازی مناطق بغداد توسط دولت مالکی تظاهرات بزرگی برگزار کردند. شخصیت‌ها و شیوخ منطقه گفتند پست‌های امنیتی مناطق پایتخت را از هم جدا می‌کنند. یکی از شیوخ تظاهرکننده گفت از همین پست‌ها سلاح برای ترور شخصیت‌های ملی عبور می‌دهند. در همین حال تلویزیون الجزیره گزارش داد در سلسله انفجارهای روز یکشنبه در عراق که بغداد و مناطق اطراف آن را هدف قرار داده بود، دست کم 38 تن کشته و 111 تن دیگر زخمی شدند. اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه یک جنگنده اسد را که نمازگزاران جمعه را در بازگشت از نماز بمباران کرده بود در آسمان شهرک بزاعه در حومه حلب سرنگون کردند. در این بمباران جنایتکارانه بیش از 20 تن کشته و ده ها تن مجروح شدند که در میان آنها زنان و کودکان نیز دیده می شدند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در منطقه ریما واقع در جاده بین‌المللی هومس دمشق به نظامیان اسد تهاجم کردند و تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و دو تانک و یک خودرو زرهی را منهدم کردند. نبردها در اطراف شهر النبک تا شهرک معلولا ادامه دارد. یکی از مراکز مطبوعاتی اپوزیسیون سوریه عکس‌های از ابوشهد الجبوری، یک چپ نظامی عراقی وابسته به مالکی را که فرمانده تیپ موسوم به ذوالفقار است و در کنار اسد علیه مردم سوریه می‌جنگد منتشر کرد. این فرد در حال اعدام یکی از شهروندان سوری در شهر النبک دیده می‌شود. کمیته‌های مردمی منطقه قلمون در روزهای گذشته خبر داده بودند نظامیان اسد به همراه چپ نظامیان عراقی و لبنانی دست به کشتار مردم در مناطقی در شهر النبک زدند. لوئیس صافی سخنگوی ائتلاف ملی سوریه روسیه و رژیم ایران را همدست اسد در جنگ ویران کننده در سوریه دانست که هدف از آن حفظ وضعیت بی ثبات فعلی به سود اسد و علیه مردم سوریه است. لوئیس صافی گفت افزایش کشتارها نشان می‌دهد که رژیم اسد می‌خواهد با روش نظامی این مسئله را حل کند. و صحبت‌های اسد در مورد راه حل سیاسی یک پوش تبلیغاتی است که توسط آن می‌خواهد کشتار شنیع و جنایت ضد بشری علیه مردم سوریه را بپوشاند. لوئیس صافی خواهان حمایت و دخالت فوری و بیدرنگ جامعه جهانی از مردم سوریه بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل برای صلح و امنیت بین‌المللی در سوریه شد. و آخرین خبر این ساعت، 2500 عضو لوی جرگه افغانستان، بزرگترین مجلس مشورتی سنتی این کشور،
روز یکشنبه به امضای قرارداد امنیتی با آمریکا رأی مثبت دادند. این توافق چگونگی حضور نظامی آمریکا در افغانستان را پس از خروج 75,000 نیروی ناتو از این کشور در پایان سال 2014 مشخص خواهد کرد. حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، در دیدار با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، ضمن اضافه کردن شروط جدیدی برای عملی شدن پیمان امنیتی با آمریکا، امضای آن را به آینده موکول کرد. این در حالی است که کاخ سفید بر امضای فوری این پیمان که به سربازان آمریکایی اجازه می‌دهد بعد از پایان سال 2014 در افغانستان بمانند تأکید کرد. در همین حال چاکگل در سفر خود به خاورمیانه به افغانستان نیز رفت و با وزیر دفاع این کشور دیدار کرد. در این دیدار وزیر دفاع افغانستان به او اطمینان خاطر داد که توافقنامه امنیتی در یک زمانبندی مقتضی به امضا خواهد رسید.